آیت الله قزوینی و قسم دروغ. چرا در حد یک بحث علمی بگذاریم؟ این را به تهمت و تشر نکشانیم، این را به تکفیر نکشانیم، به خاطر اینکه فلانی وسیله را قبول نداره. جناب عالی، جناب آیت الله قزوینی، وقتی ازشون پرسیده میشه که آقا علمای زاهدان توسل را قبول ندارن، آیا شما اونها را کافر میدونی؟ میگه بله، ما کافر میدونیم. جناب آیت الله، آیا شما که عالم هستید، شما که اصول خوندید، شما که قواعد جر و تعدیل مدعی هستید که بلدید، مگر شما نمیفهمید؟ شما نمیدانید که آقا جان کسی را به خاطر تعویل کافر نمی کنن؟ شما در اصول نخوندید؟ با تعویل کسی کافر نمیشه. علت این که علمای اهل سنت شیعه را مطلقا کافر نمیدانن چی است؟ علتش همین است، میگن آقا اینا تعویل میکنن، معول هستن، چون تعویل میکنن نمیشه کافرشون گفت. شما با چه جرأتی میایید میگید که بله آقا توسل رو نمیدونم قبول ندارن، ما کافر میدونیم؟ درست نیست. وقتی جناب عالی به عنوان یک آیت الله با این منطق میایید صحبت میکنید، تکفیر میکنید، وقتی میایید علنا میگید معاویه کافر است، نعوذ بالله، چه انتظار دارید یک جوان سنی در جامعه شما با یک جوان شیعه که برادر و همسایه و همکار و خویشاوند و شاید داماد و این داماد باشه اون برادر خانم باشه یا عکسش، چه انتظار دارید که این دوتا جوان با همدیگر رابطهشون چجوری بشه در آینده؟ و دوباره ایشون برای اینکه این مسئله رو اثبات کنه، متاسفانه مثل بقیه موارد دوباره دست به دروغگویی های عجیب و غریبی میزند و ایشون میفرماید حضرت عالی، وقتی ازتون سوال شده که علمای زاهدان توسل رو قبول ندارید، فرمودید این علمایی که توسل رو قبول ندارن کافرن. من نمیدانم با چه زبانی بگم این آقا اصلا دروغ گفتن براش مثل آب خوردنه، بهتان بستن براش مثل آب خوردنه، افترا زدن خیلی ساده هست. حالا از قیامت نمیترسه، خب یقینم داریم نمیتونه، اگر از قیامت بترسه که حتی کی نمیکنه، و از حساب و کتابم نمیترسه، حداقل از آبروش بترسه. ایها الناس، من دارم رسما اعلام میکنم اینجا، والله تلا بالله به مقدسات قسم، بنده تا به حال نگفتم علمای اهل سنت زاهدان که توسل را قبول ندارن کافر هستن. اصلا با مبنای ما نمیسازه، این مبنای ابن تیمیه شماست، شیخ الاسلام شماست، محمد ابن عبدالوهاب شماست که میگه هر کس برای شما عرض کنم متوسل بشه کافره. اصلا من نمیدانم این آقا چیه، اصلا چه اعجوبه ایه و چی کار داره میکنه، یعنی برای آبرو و حیثیتش هم ارزش قائل نیست. اگر واقعا راست میگی، یک نمونه، یک جا سخنرانی بنده میگی که از من سوال کردن، یک جا سوال بیار، اگر واقعا آوردی که بنده گفته باشم که چون علمای زاهدان توسل را قبول ندارن کافرن، بنده هر چه شما گفتید قبول میکنم. اگر نتوانستید، من میگم لعنت خدا و ملائکه و جمیع و جن انس و لعنت عزیزترین بنده خدا حضرت ولیعصر بر تو و بر کسانی که اینچنین تو را بی تربیت بار آوردن، بر هر چه دروغگوه، بر به هر چه آدم دروغگو هست و هر چه آدم بهتانزنه، هر چه آدم افترازنه. بالا من نمیدانم اصلا این چیه، اصلا واقعا انسان بیاد امیر المؤمنین میفته که یک سری افراد بی حیا اطرافش بودن، گرفتار بودن، فرمود لقد ملعتم قلبی قیها، قلب مرا خون کردید شماها. حالا واقعا نمیدانم، ما شنیدیم که واقعا این بی حیایی های دودمان بنی امیه را که نسبت به ائمه بهتان میزدن، افترا میزدن، برای شما عرض کنم بالای منبر لعن میکردن، فوش میدادن، ولی یعنی یه مقدار میگفتم خدایا آخه یک انسان میتونه اینقدر وقیح و بی حیا باشه؟ ولی ما داریم میبینیم واقعا مرد نیستی، اینقدر مردانگی نداری. خب حرف نزن، مجبوریم که حرف بزنی تو، که ور تو مثل عضو هم خر تو گل فرو بری دیگه نتونی بیای بیرون. بابا آبروی خودت در نظر بگیر، آبروی این شبکه رو. من نمیدونم این احمقهایی که میان این رو علم میکنن به عنوان یک کارشناس میارن، اینا عقلشون کجا رفته؟
اما واقعیت چیست؟ هر فردی آخوند باشه، معلم باشه، استاد دانشگاه، کشاورز باشه، وقتی بیاد توسل به انبیا، توسل به ائمه و اولیا را زیر سوال ببرد، ما او را سنی نمیدانیم، یعنی مسلمان نمیدانیم اونها را، چون این حرکتی است خلاف قرآن. بله. در مورد اینکه شما فرمودی جلسه قبل که کسی که روی توسل قدم بگذارد ما او رو مسلمان نمیدونیم. حالا من نمیدونم شما مثلا این علمای اهل سنت که مثلا تو زایدان هستن، حاضر نیست زایدان، نه هیچ کدوم توسل رو قبول ندارن، اینا رو همه رو شما تکفیر میکنید؟ بله ما تکفیر میکنیم، یعنی تکفیر که به عنوان اینکه توسل منطق قرآن، انکار قرآنه. قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله، آیه 35 سوره مائده. این دیگه کسی بیاد بگه توسل باطل شرکه، این خلاف قرآن، انکار آیه قرآنه. بله. هر کس باشه، چه شیعه چه سنی، چه حوزه علمی زاهدان باشه، چه حوزه علمی عربستان سعودی باشه، قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله. حالا من نمیدونم شما مثلا این علمای اهل سنت که مثلا تو زاهدان هستن، حوزه علمی زاهدان، نه هیچ کدوم توسل رو قبول ندارن، اینا رو همه رو شما تکفیر میکنید؟ بله ما تکفیر میکنیم. بله ما تکفیر میکنیم. بله ما تکفیر میکنیم. حالا من نمیدونم شما مثلا این علمای اهل سنت که مثلا تو زاهدان هستن، حوزه علمی زاهدان، نه هیچ کدوم توسل رو قبول ندارن، اینا رو همه رو شما تکفیر میکنید؟ بله ما تکفیر میکنیم. بله ما تکفیر میکنیم. بله ما تکفیر میکنیم. ظاهراً تأثیر شبکه جهانی کلمه بر جامعه تشیع به قدری بوده است که جناب آیت الله را به فراموشی واداشته، تا جایی که گفته های خود را منکر می شود و بر آن سوگند دروغ یاد می کند و راهی جز ناسزاگویی نمی یابد و اقدام به استعمال الفاظ شنیعی می کند که در شأن یک روحانی نیست. اگر واقعا راست میگی، یک نمونه، یک جا سخنرانی بنده میگی که از من سوال کردن، یک جا سوال بیار. اگر واقعا آوردی که بنده گفته باشم که چون علمای زاهدان توسل را قبول ندارن کافرند، بنده هر چه شما گفتید قبول میکنم. ایها الناس، من دارم رسما اعلام میکنم اینجا، والله تالله بالله به مقدسات قسم، بنده تا به حال نگفتم علمای اهل سنت زاهدان که توسل را قبول ندارن کافر هستن، اصلا با مبنای ما نمیسازه. حالا من نمیدونم شما مثلا این علمای اهل سنت که مثلا تو زاهدان هستن، حوزه علمی زاهدان، هیچ کدوم توسل قبول ندارن، اینا رو همه رو شما تکفیر میکنید؟ بله ما تکفیر میکنیم. بله ما تکفیر میکنیم. بله ما تکفیر میکنیم. ایها الناس، من دارم رسما اعلام میکنم اینجا، والله تالله بالله به مقدسات قسم، بنده تا به حال نگفتم علمای اهل سنت زاهدان که توسل را قبول ندارن کافر هستن، اصلا با مبنای ما نمیسازه. حالا من نمیدونم شما مثلا این علمای اهل سنت که مثلا تو زاهدان هستن، حوزه علمی زاهدان، نه هیچ کدوم توسل رو قبول ندارن، اینا رو همه رو شما تکفیر میکنید؟ بله ما تکفیر میکنیم. بله ما تکفیر میکنیم. بله ما تکفیر میکنیم.